سلام خوش اومدید به کانال لذت داستان این بار داستانی از افسانه های آمیانه ایران براتون انتخاب کردم میخونم امیدوارم که از اون لذت ببرید روزی بود و روزگاری پادشاهی یک دختر داشت که بسیار زیبا و خوشگل بود وقتی که این دختر به سن بلوغ رسید ثروتمندان زیادی به خواستگاریش آمدند ولی پادشاه قبول نمی کرد و می گفت من به مال دنیا احتیاجی ندارم. هر کس بتواند سه شب متوالی دخترم را به حرف بیاورد شوهر او خواهد شد. این خبر که به گوش مردم رسید آنها این که خود را زرنگ و باهوش می پنداشتند راه شهر پادشاه را در پیش گرفتند تا شاید بتوانند شرط را ببرند و دختر پادشاه را به همسری خود درآورند. چهل نفر از شهرهای دور و نزدیک به شهر پادشاه رفتند و چون نتیجه ای نگرفتند خاکسترنشین شدند. در میان این چهل نفر از هر قوم و قبیله و طایفه جوانی یافت می شد. یکی از آنها هم پسر پادشاهی بود که از دویس فرسنگ راه آمده و خاکسترنشین شده بود. پدرش از دوری او بیتاقت بود و آرام و قرار نداشت. یک روز وزیر با تدبیر نزد پادشاه رفت و گفت قبله عالم تصدقت کردم دیر زمانی است که ولی نعمت من از این شهر رفتند و از ایشان خبری نداریم اگر اجازه بفرمایید بروم ببینم دختر پادشاه چه میکند و شاهزاده تا چه اندازه موفق شدند با آنکه پادشاه به این وزیر اعتماد زیادی داشت و در همه کارهای مهم با او مشورت می کرد و میدانست که در غیاب او اداره شهر برایش مشکل خواهد بود اما از آنجا که چهل روز بود از پسرش اطلاعی نداشت رضایت داد که وزیر به دنبال پسر برود وزیر همان روز با لباس مبدل و به صورت ناشناس حرکت کرد و پس از چند روز به شهر پادشاه رسید به پادشاه خبر دادند که مرد تقریبا مسنی آمده است و میخواهد دختر شما را به حرف بیاورد. پادشاه که تا آن روز مردان زیادی از این قبیل دیده بود گفت این هم مثل دیگران نتیجه ای نخواهد گرفت. آن شب پس از آنکه وزیر وارد اتاق دختر پادشاه شد دید اتاق را با یک پرده زخیم دو قسمت کرده اند. وزیر به فراست دریافت که حتماً دختر پشت پرده نشست و به حرفهای او گوش میدهد. به اطراف اتاق نگاه کرد. روی تاقچه یک تاس کوچک مسی دید. آن را برداشت. روی آن آهسته ضرب گرفت و خطاب به تاس گفت آقا ساقی، آقا پیاله، نمیدانم ملکه آفا خوابن یا بیدار. در هر صورت خوابی دیده اما جواب خوابم را از تو میخواهم. بعد خوابش را چنین تعریف کرد. روزی بود و روزگاری سه برادر بودند که با هم زندگی می کردند. یک شب که برادران در خانه نبودند دوز آمد و تمام دار و ندارشان را برد برادران تصمیم گرفتند که به جستجوی اموال گمشده شده بروند و آنها را پیدا کنند هر سه سوار بر اسب از شهر خارج شدند و رفتند و رفتند تا به یک سراحی رسیدند. برادر بزرگتر با اشاره به راه اول گفت این راه راه کرمان است برادر متوسط با اشاره به راه دوم گفت این راه راه همدان است برادر کوچکتر با اشاره به راه سوم گفت این راه راه سمنان است اموال ما در خانه رمضان است و رمضان در وازبان سمنان است سه برادر راه سوم را انتخاب کردند و رفتند و رفتند تا به نزدیکی سمنان رسیدند همچنان که میگذشتند برادر بزرگتر گفت از این راه شطوری عبور کرده که یک چشم داشته چون علفهای یک طرف راه را خورده است برادر متوسط گفت یک لنگه بارش سرکه و لنگه دیگرش شیره بوده است این مگس ها را می بینید چگونه در یک طرف پرواز می کنند؟ برادر کوچکتر گفت یک زن حامله سوار شطور بوده چون جای پایش بیش از معمول فرو رفته است در همین موقع مردی را دیدند که خسته و عصبانی با چماقی در دست به آنها نزدیک می شود مرد پرسید شما شطور مرا ندیدید؟ گفتند همان شطوری که یک چشمش کور بود یک لنگ سرکه و یک لنگ شیره بار داشت و یک زن حامله بر آن سوار بود مرد با خوشحالی گفت بله خودش است. سه برادر گفتند ما چنین شطوری ندیده ایم. مرد عصبانی بنای داد و فریاد را گذاشت که اگر ندیده اید پس چگونه تمام مشخصات شطور را میدانید؟ شما شطور مرا زیده اید و باید شما را پیش قاضی ببرم. بعد چهار نفری به منزل قاضی رفتند. قاضی به مرد گفت من امشب تحقیق می کنم که این سه نفر غیبگو هستند یا دوست تو برو آسوده بخواب که فردا صبح قضیه روشن خواهد شد. موقعی که سه برادر شام می خوردند، قاضی از اتاق مجاور به حرف های آنها گوش می داد. برادر بزرگتر گفت: اگر اشتباه نکنم این برنج ها در یک قبرستان قدیمی برداشت شده است. برادر متوسط گفت گوشتی که برای ما آورده اند گوشت گوسفند است ولی در موقع جفتگیری به جز قوچ سگ گله هم دخالت داشته است برادر کوچکتر گفت قاضی هم پسر پدرش نیست و مادرش با مرد دیگری هم خوابه شده است قاضی به شنیدن این حرف سخت ناراحت شد همان لحظه نزد مادرش رفت و از او پرسید مادر راست بگو پدرم کیست مادرش گفت این چه سوالی است تو بعد از چهل سال سن پدرت را نمی شناسی؟ قاضی دست برد و شمشیر را از کمرش کشید و گفت اگر حقیقت را نگویی با این شمشیر سرت را از بدن جدا می مادر قاضی ناچار اعتراف کرد و گفت پدرت با داشتن زن و فرزند به دنبال زنان دیگران میرفت و به من توجهی نداشت. هرچه او را نصیحت کردم و انتظار کشیدم که اصلاح شود فایده ای نکرد به این جهت من هم با یک مرد غریبه دوست شدم و تو پسر آن مرد هستی قاضی نزد کشاورز و چوپان رفت تا درباره برنج و گوسفند تحقیق کند و با نهایت تعجب همان چیزی را شنید که سه برادر گفته بودند سپس نزد مردی که شطورش را گم کرده بود رفت و گفت اینها دوز نیستند، غیبگو هستند بعد با عجله به خانه برگشت تا اگر سه برادر نخوابیده باشند باز هم به حرفهایشان گوش داد. به این ترتیب فهمید که برادران میدانند که اموال آنها را رمزان دزدیده و رمزان دروازهبان است. قاضی صبح زود نزد رمضان رفت و به او گفت که اموال را به صاحبانش پس بدهد. سخن وزیر که به اینجا رسید مکسی کرد و گفت آقا ساقی، آقا پیاله، نمیدانم ملکه آفا خوابند یا بیدار در هر صورت خوابی دیده اما جواب خوابم را از تو می خواهم. به نظر من باید همه اموال را به برادر بزرگتر واگذار کنند چون او بود که گفت این راه راه کرمان است سپس کمی تعمل کرد و گفت اما نه به نظرم باید آن را به برادر متوسط بدهند چون او بود که گفت این راه راه همدان است دختر پادشاه که تا این لحظه لب از لب نگشوده بود گفت خیر اموال به برادر کوچکتر تعلق دارد چون اگر او نمی گفت که اموال ما در خانه رمزان و رمزان دروازبان سمنان است از کجا می توانستن اموال را پیدا کنند؟ وزیر خوشحال و خندان بشکنی زد و از اتاق خارج شد و با خود گفت برای امشب کافی است شب دوم مجددا وزیر تاس را از روی تاخچه برداشت و گفت آقا ساقی آقا پیاله نمیدانم ملکه ی آفا خوابن یا بیدار در هر صورت خوابی دیده اما جواب خوابم را از تو می خواهم. بعد خوابش را چنین تعریف کرد روزی بود و روزگاری یک نجار یک خیاط و یک آخوند از راهی میگذشتند شب در کنار مزرعه ای توقف کردند تا بخوابند برای آنکه کسی اموال آنها را به سرقت نبرد قرار گذاشتند که به ترتیب دو نفر بخوابند و یکی بیدار بمانند قرعه کشیدند اول به نام نجار افتاد نجار در اطراف قدم میزد و فکر میکرد تا خوابش نبرد ولی رفته رفته خواب بر او غلبه کرد ناچار یک قطعه چوب پیدا کرد و با چاقوی خود آهسته و به طوری که دیگران بیدار نشوند آن را به شکل آدم درآورد نوبت او که تمام شد خیاط را بیدار کرد و خودش خوابید خیاط هرچه خواست با قدم زدن بیدار بماند نشد که نشد ناچار یکی از لباسهای کهنهاش را با قیچی و سوزن به صورت پیراهن درآورد و به بدن که چوبی پوشاند نوبت او که تمام شد آخوند را بیدار کرد و خودش خوابید. آخوند مدتی قدم زد و دعا خواند اما دید خوابش گرفته چشمش به آدمک چوبی افتاد که بی حرکت ایستاده است ناگهان فکری به خاطرش رسید وضو گرفت و دو نماز خواند وقتی که نمازش تمام شد دستهایش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت خداوندا این مجسمه را به یک دختر چهارده ساله تبدیل فرمان اتفاقا دعایش مستجاب شد و یک لحظه بعد دختر چهارده ساله در مقابلش ایستاده بود در اینجا وزیر مکسی کرد و گفت آقا ساقی آقا پیاله نمیدانم ملکه آفا خواب یا بیدار در هر صورت خوابی دیده اما جواب خوابم را از تو میخواهم به نظر من این دختر متعلق به نجار است چون آن را از چوب تراشی سپس کمی تعمل کرد و گفت اما نه به نظرم به خیاط تعلق دارد چون او برایش لباس دوخت دختر پادشاه از پشت پرده گفت نه احمق درست است که نجار آن را از شوب تراشید و خیاط برایش لباس دوخت ولی این دختر به آخون تعلق دارد چون او دعا کرد که مجسمه چوبی به یک دختر تبدیل شود وزیر خوشحال و خندان بشکنی زد و از اتاق خارج شد و با خود گفت برای امشب کافی است شب سوم وزیر وارد اتاق شد و مانند شبهای گذشته تاس را برداشت و گفت آقا ساقی آقا پیاله نمیدانم ملکه آفاق در خواب یا بیدار در هر صورت خوابی دیده اما جواب خوابم را از تو میخواهم بعد خوابش را چنین تعریف کرد پادشاهی سه پسر داشت که هر سه عاشق تنها دختر وزیر شده بودند این خبر به گوش وزیر رسید به حضور پادشاه رفت و گفت قبله عالم تصدقت گردم سه پسر شما عاشق دختر من شدند چه باید کرد؟ پس از مدتی مشورت قرار شد که به هر یک از پسران مبلغ صد تومان پول بدهند تا بروند و از شهرهای دیگر با سلیقه خودشان چیزی بخرند و بیاورند خرید هر کدام بهتر باشد دختر را به عقد او درآورند سه برادر لباس معمولی پوشیدند و سوار بر اسب از شهر خارج شدند روزها و شبها راه رفتند ولی چون پس از پیمودن چهل فرسنگ راه چیزی پیدا نکردند یک روز که با هم اسب میتاختند یک نفر پشمین پوش را دیدند که قالیچهای در دست داشت مرد رو به برادر بزرگتر کرد و گفت این قالیچه را میخری؟ برادر بزرگتر پرسید فایده آن چیست؟ مرد جواب داد این قالیچه حضرت سلیمان است اگر بر آن سوار شوی و بگویی بسم الله الرحمن الرحیم نصر من الله و فتح قریب در یک چشم به هم زدن تو را به هر کجا که بخواهی خواهد برد برادر بزرگتر قالیچه را به مبلغ 100 تومان خرید مرد پشمین پوش پول را گرفت و رفت روز بعد مرد فقیری که همان مرد پشمین پوش بود و سه برادر او را نمی شناختن به آنها نزدیک شد و به برادر متوسط گفت این دوربین را می خری. برادر متوسط پرسید فایده ی آن چیست؟ مرد گفت اگر آن را به چشم مگذاری می توانی هرچه در دیار تو نقاط دیگر میگذرد ببینی برادر متوسط دوربین را به مبلغ صد تومان خرید مرد فقیر پول را گرفت و رفت روز سوم مرد پیری به آنها نزدیک شد که همان مرد روزهای اول و دوم بود مرد به برادر کوچکتر گفت این تاس را می خری؟ برادر کوچکتر گفت فایده آن چیست مرد گفت اگر کسی بمیرد و تو با این تاس سه کیل آب بر سر سه کیل بر پهلوی راست و سه کیل بر پهلوی چپ او بریزی زنده می شود برادر کوچکتر تاس را به مبلغ صد تومان خرید و مرد پول را گرفت و رفت سه برادر قصد بازگشت کردند هنوز فاصله زیادی نرفته بودند که برادر متوسط دوربین را به چشم گذاشت تا ببیند که در شهرشان چه خبر است دید که دختر وزیر مرده او را در غسال خانه می که کفن کنند برادر بزرگتر گفت بیایید اسبها را رها کنیم و بر قالیچه سوار شویم تا زودتر به شهر خودمان برسیم برادرها روی قالیچه ایستادند و گفتند بسم الله الرحمن الرحیم نصر من الله و فتح قریب خدایا به امید تو نه به امید خلق روزگار یا سلیمان نبی در یک چشم به هم زدن ما را به شهر برسان یک لحظه بعد جلو غسال خانه پیاده شدند برادر کوچک در تاس را برداشت و بر طبق دستور نه کیل آب بر بدن دختر ریخت دختر عدسه ای کرد و زنده شد در اینجا وزیر مکسی کرد و گفت به نظر من دختر متعلق به برادر متوسط است چون او بود که با دوربین دید که دختر وزیر مرده است سپس کمی تعمل کرد و گفت اما نه به برادر بزرگتر تعلق دارد چون او بود که آنها را با غالیچه خود به قصر خانه رساند دختر پادشاه از پشت پرده گفت اشتباه می کنی. دختر به پسر کوچکتر تعلق دارد درست است که برادر متوسط با دوربین او را دید که مرده است و برادر بزرگتر با غالیچ آنها را به غسال خانه رساند ولی اگر تاس برادر کوچکتر نبود چگونه او را زنده می کردند دختر پادشاه از پشت پرده گفت اشتباه می کنی دختر به پسر کوچکتر تعلق دارد درست است که برادر متوسط با دوربین او را دید که مرده است و برادر بزرگتر با قالیچ آنها را به قصال خانه رساند ولی اگر تاس برادر کوچکتر نبود چگونه او را زنده می کردند؟ وزیر خوشحال و خندان به حضور پادشاه رفت پادشاه بسیار شادمان بود که بالاخره برای دخترش همسر فهمیده ای پیدا شده است اما وزیر پیش پای پادشاه و دخترش زانو زد زمین ادب بوسه داد و گفت قبله عالم و ملکه آفاق به سلامت باشند من مرد سال خورده ای هستم و با داشتن زن و فرزند شایستگی همسری چنین بانوی را ندارم اگر صلاح میدانید پسر اربابم را به غلامی قبول فرمایید پادشاه دستور داد پسر را احضار کردند و پس از اطلاع از هوش و فراست وی او را به حمام فرستادند سپس هفت شبانه روز شهر را چراغان کردند و پسر پادشاه و دختر پادشاه را به عقد یکدیگر درآوردند داستانی بود از افسانه های آمیانه ایران زمین امیدوارم که لذت برده باشید کانال رو سابسکرایب کنید لایک کنید و حتما نظرتون رو برام بنویسید ممنونم از شما درود بر یکایکتون